سیزدهم بهمن ماه 1396 خورشیدی و دوم فوریه 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به حکم دستگاه قضایی در مورد پرونده حاج سعید طوسی، قاری قرآن محبوب رهبر. پرده آخرم آخر برنامه. قبل از اینکه برسیم به تقدیمی، باز ازتون اجازه میخوام نکته رو خدمتتون بگم درباره فضای مجازی. چند روز پیش، درست بعد از اعتراضات سراسری اخیر، جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برگزار شد در چگونگی خفه کردن فضای مجازی و بستن راه‌های آزاد اطلاع رسانی که بعد دستورالعمل اون جلسه رو وزیر ارتباطات و فناوری آقای روحانی، یعنی همون ممجواد جهرومی معروف، پیگیری کرد و دستور نفوذ به اصطلاح خودشون سرپل‌های مهم فضای مجازی رو صادر کرد. خب نزدیک 22 بهمن هم هستیم و برای حکومت بسیار مهمه که بتونه این فضا رو خفه کنه و از اطلاع رسانی و ارتباطات مجازی جلوگیری کنه، که البته همه میدونیم که ناممکن. همین امروز رو دارین میبینین دیگه. به هر حال حاصل این جلسات شد هک کردن یه سری از وبسایت ها، به طور مشخص آمد نیوز که به اسم صدای مردم در تلگرام هست، که البته بعد از دو سه روز بچه های آمد نیوز تونستن پاتک بزنن به اصطلاح و اکانت صدای مردم رو باز تو دست خودشون بگیرن، که هست. در مورد تا اونجا که میتونم خدمتتون عرض کنم، در مورد صدای آمریکام، فیسبوک شخصی من هک شد، که البته من هیچ قصد پس گرفتنش رو ندارم، مال خودشون و فقط از دوستان شخصی فیسبوکم در واقع، چون پیج نبود، عذرخواهی میکنم و امیدوارم بپذیرن که خلاصه در فیسبوک من نمنم. خلاصه مطلب، هیچ پیجی من ندارم، هیچ صفحه‌ای تو فیسبوک ندارم. خواهش می‌کنم توجه کنین که هیچ اکانت فیسبوک، چه شخصی و چه به صورت کانال، من ندارم و هر چه به نام مهدی فلاحتی از این پس در فیسبوک هست متعلق به کسایی است که اصلا بنده نمی‌شناسمشون. تنها آدرس تلگرامی بنده همین فلاحتی وی او ای هست که بعد از تقدیمی هم اعلام میشه. و یک هشدار دیگر، در طول هفته گذشته ایمیل های رسیده برای دکتر ستاره درخشش، مدیر بخش فارسی صدای آمریکا. بعضی هاشو آشناها فرستادن، بعضی هاشو غریبه ها. نوشتن چرا ایشون پیام هاشون رو در تلگرام و فیسبوک جواب نمیدن، در حالی که خانم درخشش اکانت یا پیج نه در فیسبوک دارن نه در تلگرام و اصولا هیچ فعالیتی به نام خودشون خانم درخشش در فضای مجازی ندارن. بنابراین خواهش میکنم ازتون که از ارتباط گرفتن با این صفحه ها پرهیز کنین و در دام سربازان گمنام امام زمان نیفتین. از 21 آبان ماه تا امروز نزدیک 3 ماه میگذره که زلزله بخشهایی از استان کرمانشاه رو ویران کرده. آمار رسمی میگه که این زلزله 70,000 نفر رو بی خانمان کرد. آمار رسمی وقتی میگه یعنی خیلی بیش از این هست. فصل سرما هم رسید و عده‌ای از مردم زلزله زده که تو چادر زندگی میکردن از سرما یخ زدن. بله، سارینا زهابی. همچنین جمعه ششم بهمن، محمد نوزاد 4 ماهه، دومین قربانی سرمازدگی در منطقه زلزله زده کرمانشاه. عبدالله سیفوری پدر این نوزاد نوشت درخواست کانکس دادم، اما در آن زمان با پاسخ منفی آنها روبرو شدم و عنوان کردند که افراد دیگری در اولویت هستند. روز چهارشنبه 4 بهمن، شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس اعلام کرد چند نفر از زلزله زدگان بر اثر سرمازدگی جان باختند.
سرمایه که در مناطق کوهستانی بیشتر می شود و اگر سرپناه چادر باشد سرما تا مغز و استخوان می رود. حالا 80 روز پس از زلزله نماینده مردم بخشی از مناطق زلزله زده یعنی گیلان غرب، سرپل زهاب و قصر شیرین می گوید حداقل 35 تا 40 درصد مردم زلزله زده کانکس ندارند، آن هم در این سرما. قیمت هر کانکس چنده؟ چقدر؟ به یک نمونه آگهی هنگام در حالی که هنگام زلزله کرمانشاه و حتی یک هفته پس از آن قیمت کانکس معمولی حدود 2.5 میلیون تومان بود، اکنون برخی کانکس فروش ها قیمت کانکس را تا 8 میلیون تومان اعلام می کنند. ما متوسط بگیریم 5 میلیون تومان. دولت و بنیادهای بی حساب کتاب این همه آخوند حکومتی پول ندارن. فقط یک قلم پول گم شده تازه اعلام شده 20 هزار میلیارد تومنه. اونم از کجا؟ از جایی که سالانه 16 تا 20 میلیارد تومن میفرسته عراق واسه مراسم اربعین. هفته پیش مطلبی تو روزنامه منتشر شد مبنی بر اینکه دوره‌ای که جناب آقای قالیباف شهردار بودن چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومن گم شده. شاید برای بیننده و شنونده ها این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان چندان قابل درک نباشه. فرض کنید که شما در ماه 2 میلیون تومان حقوق میگیرید. برای اینکه به این 20 هزار میلیارد تومان برسید باید 10 میلیون ماه پول روی هم بذارید و این خودش معادل 830 هزار سال خواهد شد. این در حالیه که بخش قابل توجهی از مردم ایران حقوق ماهانه شون چیزی در حدود 1 میلیون تومنه، یعنی بیش از 1.5 میلیون سال باید پولشون رو هم بذارن تا این مبلغ گم شده در شهرداری تهران رو پیدا کنن. این رو تقدیم میکنم به همه مسئولین مملکت که دم از اسلام میزنن و روی هرچی کفر و دزدی و سفید کردن. با 20 هزار میلیارد تومان چند تا کانکس برای زلزله زده هایی که موشا میشه خرید؟ 4 میلیون کانکس، یعنی 16 میلیون نفر رو میشه اسکان داد اگه هر خانواده رو 4 نفر در نظر بگیری. حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه. وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامهش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامد های صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخوند باشین یا زیر عبای آخوند بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین.
بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم آخوندها و اذنابشون احیانا قرار گرفتن هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران؟ تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم، فقط مهم این است که این گزارش ها جمع‌آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی. عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضیان بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادم یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما ورداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد عرض محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا. بعدا گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها،
که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعدش این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریز کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدم. گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم، شما ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم شون. ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت. حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون. بعد بهشون یه روز اسمس دادم، یه اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم. بعد به همه شون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن. بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماس گرفتم مثلا، گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم ایستگاه مترو مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعد ایشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم. بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی آب بزنیم، یه دوشی بگیریم. که پس در حال شما دوش صحبت ها دیگه، ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون پایین اصلا چه خبر نشیم از دوش هیچ. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی همه عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه و خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتم رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، تورش یه ساعت یه ساعت ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فالوز این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم من جور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن. من خودم کلان جا خورد، مثلا کلان نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتن من کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام، بیا من تو رو میخوام برم. بعد من نام قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاص من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد دیگه کلا قطع رابطه کردم باشون. خلاصه 5 سال داره میگذره از شکایت ما، بعدش اثری نداشته، هیچ فایده ای هم نداشته، الانم معلوم نیست چه خبر شده. سومین شاکی، سومین قربانی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت. ماریا رو این برون بر میبردن دیگه، سفر رو این برون بر میبردن. ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا بود. با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا
نمیفهمه یعنی چی هست چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری بحث ماساژ میکشید. بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره. واقعا هم مونده بودم دیگه، ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم. چهارمین قربانی، ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد. این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود. در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه. ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد، دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت، یه پرایشی داشت به نام آرش جمیل. ایشون شغل آرشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان، که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده. ایشون بعد از این مدت از این قضایی که گذشته بود، مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایش میرفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا، اگر شما دوست دارین علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم. من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم، تا حالا استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد. و واقعا خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر. من با ایشون قرارشو گذاشته بودیم، رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن، مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن، از ورود اینا جلوگیری میشه. که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که حموم نرفتیم، خب حموم که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتیم خب چیکار کنیم آقای توسی، من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تا فقط صاحبش بود و ایشون از طرف حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفتم نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا دیگه چی میدونیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یه ها اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. ولی ایشون بودم آقا توسی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری میخوایم استعمام کنیم، اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصا من زیر بار نرفتم. چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت دادم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چی کار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود و در بیارم، ولی ایشون شروع کرد منو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن. خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها
پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده. آشنا داشته که شون با این نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و ان شاء الله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91. یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون. متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه نامه را به ما دادن. این دوتا توبه نامه اون 9 حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود. خب ببینین این توبه نامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه‌هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه‌ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی و به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سیدی هم که صحبت شد، این تونتون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینین، اون 25 صفحه سرز کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سیدی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه هر چه بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که آمد شورا گفتم آقا یه وقت انسان گرفتار میشه هوای نفسه، ولی من توبه کردم قسم ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرار
مسئولی که تمام سرازه مهاجر که تابون تشکیم به هر شکلی که از بهتر. بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه ها آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه. شما حاجی بزن دو سه جلسه اینشالا ردیف کنیم زمین خدا یکم به دیدار آقا فرخونه توی جلسه ها کنیم رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسه ها ما ردیف میکنیم اینشالا نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سر این تموم شده رفته دیگه، شما فکرشم نکن مجموعی شورا قرآن تا یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه شکلی بشه. من فکر میکنم یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره. سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم. دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشارون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاورین الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران 1057 جزایی سابق تاریخ تنظیم 21/2/94 شماره دادنامه و شماره پروندم که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرا سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون، این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایسته تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکش رو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهرا میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن. آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بید بودن و اینها با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود
تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین. بله بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا. در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه هستش، ایشون حرفش حجت برای ما. یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟ نه ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده با یک واسطه به این آقا گفته که آقا به آقای لاریجانی هم گفته که جمعش برنید. این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه، آدم به تته پته میفته. این ایشونن سید علی مقدم، رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم. اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه، معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر. همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ای است. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای، پسرخالش سید علی مقدم، مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله در مرداد 91، میگم چاقود از خودشو نمیبره همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی. قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش. درست گفتم پس. بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشنتر از این، از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا. این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد
بعد از اینکه این جریانات گذشت در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده را اجرا دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی بر تشریق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امان نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد. بله، یعنی مختومه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه هایی که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه رو بهتون نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه. بله، این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنابه نظر کی؟ بنابه نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینا همینجوری نگردین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی آخه؟ تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمی‌داره می‌نویسه آقا جون ادله کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، میخواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو هم شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا، این نامه‌ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کیش کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته می شود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیانمنش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت، رضا کیانمنش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی، 17/2/92، پرونده کلاس فلان که مجددا از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیانمنش، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چون قاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و معید وقوع جرم نمی باشد. این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن، چی میخوان شما دیگه؟
با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان 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 و قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونید نام سعید طوسیه. اسفند 94 اینجوری میشود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران با سلام، احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندمجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودند که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه‌ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم نظر احوارکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت‌های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احوارکی رئیس شعبه قاضی دادگاه در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه، مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر. کیا حکم رو امضا میکنن؟ این که بله این همه توضیح ها رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر رو میتونیم نشون بدیم. اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا. اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن. به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالاً نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیزو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون قبل از صحبت‌های اژه‌ای، اون تیک صحبت و مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا. ببینید اینجا مثلا حیثیت آقای نیستش، حیثیت جامعه قرآنیه، حیثیت حضرت آقا. فردا میگن آقا ببینید این آقایی که اونجا بوده مثلا اینجوری از اگر کار به استخون برسه آقا ممکنه مثلا حذف بکنن، اما ما چرا بذاریم به اون نقطه برسه؟ چرا ما اگر مثلا از آقای توتی
چیزی برای اون اثبات شد، باید که در حد اون چیزی که اثبات میشه باید باید برخورد تربیتی بکنی، برخورد قضایی یک حیثیت جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم، حساب قطعا ایشون میپرسن، ایشون اگر یک واقعی چیزی نرو اونجا بکنه بردن کجای خب میگه کجای اگه یه من نیاد توصی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه. وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهی است که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید توصی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه گه سعید توصیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، وسط آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد. سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت می‌کنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه با آقای حسنزاده انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن. و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز با این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.